درود بر شما. میخوام یه آزمایشی براتون انجام بدم. اگر ما جهت دیود رو در مدار برعکس کنیم چه اتفاقی میفته؟ این یک ترانس سه سر هست. ما از سر وسط به عنوان صفر ولت یا مرجع استفاده میکنیم. دو تا سر تو کنار داره. یکی از دیودها رو، سر خطدار رو که منفی یا کاتود هست، به سیم اول ترانس متصل کردم. دیود دوم رو، آنود یا قطب مثبت رو، به سیم بعدی. ما میتونیم سیم وسط رو حذف کنیم و از این دوتا استفاده کنیم. یعنی این ترانس هم میتونه به عنوان دو سر و هم به عنوان سه سر باشه. حتی میتونیم یکی از این سیما رو حذف کنیم و از سیم وسط و یکی از سیمهای کناری استفاده کنیم. تعداد دور پیچش ولتاژ خروجی رو تعیین میکنه. پس از اینجا پیچش شروع میشه، میرسه به سر وسط، یک خروجی گرفته میشه و دوباره پیچش ادامه داره تا سیم دوم. پس این دوتا سیم انتهایی ولتاژ بیشتری به ما میدن. حالا میخوایم به کمک اسیلوسکوپ خروجی این مدار رو ببینیم. اسیلوسکوپ رو روشن کردم. گیره سوسماری رو به سیم وسط ترانس متصل کردم. پراپ اول رو به سر خطدار دیود میزنم. پراپ دوم رو به دیود دوم میخوام بزنم. سر خطدار رو به سمت ترانس هست. پس این پراپ رو به این طرف میزنم. آنود. حالا میخوام ترانس رو به برق بزنم. خب ببینیم چه اتفاقی افتاد. شکل موج بالایی مربوط به این دیوده. سر خطدار به پراپ متصله. یعنی نیم سیکل های مثبت از اینجا وارد میشن و از این سر خطدار بازم نیم سیکل مثبت داریم. پس در اینجا نیم سیکل مثبت وارد شده، رفته بالا، حالا داره میاد پایین، حذف شده، صاف شده و دوباره از اینجا نیم سیکل مثبت رو داریم. پس شکل موج به این حالته. میره بالا، میاد پایین، حذف میشه. اجازه بدید من این کانال خاموش کنم. شکل موج میره بالا، میاد پایین، در اینجا حذف میشه و دوباره میره بالا، میاد پایین، حذف میشه. پس این دیود چون آنودش به سیم پیچ ترانس متصله، ما این ور نیم سیکل های منفی رو نداریم. حالا در این یکی دیود شکل موج به این حالته. سر خطدار دیود به ترانس متصله. پس نیم سیکل های منفی در اینجا وارد میشن و این ورم ما نیم سیکل منفی رو داریم. در اینجا وارد شده، اومده پایین، به سمت بالا دیگه وجود نداره و دوباره نیم سیکل های منفی وجود دارن. پس دیود تونست نیم سیکل های مثبت و منفی رو با توجه به جهت قرارگیری خودش حذف کنه. خب اگه الان بخوایم از نیم سیکل های مثبت و منفی به طور همزمان استفاده کنیم، باید چه کار کنیم؟ کافیه یکی از دیودها رو جهتش رو برعکس کنیم. ولی قبل از این من یک ولتاژگیری انجام بدم. مولتیمتر حالت دی سی هست. پراپ مشکی رو به سیم وسط ترانس. حالا اولین دیود. به مولتیمتر دقت کنید. 3.56 مثبت. حالا به دیود دوم. منفی 3.70. این اختلاف مربوط به سیم پیچ میشه. پس یکی ولتاژ مثبت داد، یکی ولتاژ منفی. شما رو اسیلوسکوپ دارید میبینید. حالا من میخوام جهت دیود رو برعکس کنم. ببینم میتونم از هر دو تا نیم سیکل استفاده کنم. جهت دیود رو تغییر دادم. یعنی هر دوتا دیود سر خطدارشون رو به بیرونه. حالا این دوتا رو به هم وصل میکنم. الان شما در اسیلوسکوپ میتونید شکل موجها رو ببینید. همه به سمت بالا منتقل شدن. دلیلش اینه که جهت هر دوتا دیود رو به یک سمته. حالا یک ولتاژگیری انجام بدیم. ولتمتر در حالت دی سیه. پراپ منفی به سر وسط، پراپ قرمز به دیودها.
شما 6 ولت مثبت رو دارید میبینید. حالا اگه بخوایم ولتاژ منفی بگیریم باید چیکار کنیم؟ فقط کافیه جهت دیودها رو برعکس کنیم. الان کار رو انجام میدم. دقت بفرمایید. سر خط دار دیودها رو به سمت ترانس هست. طرفی که خط نداره، آنود، رو به سمت بیرونه. اسیلوسکوپ متصل کنم. دارم تریگر رو تنظیم میکنم تا شکل موج لرزش نداشته باشه. حالا چه اتفاقی افتاد؟ اگر اینو به عنوان محور در نظر بگیریم، تمام قله ها به سمت پایین حرکت کردن. یعنی الان ما در خروجی ولتاژ منفی داریم. با مولتی متر چک کنیم. راپ مشکی به سر وسط ترانس، راپ قرمز به سر مشترک دیودها. به مولتی متر توجه بفرمایید. منفی 6 ولت. پس با تغییر جهت دیود ما میتونیم ولتاژ منفی و مثبت تولید کنیم. ولی این قله ها رو چطور از بین ببریم؟ در اینجا باید از خازن استفاده کنیم. این یک خازن 220 میکرو هست. دقت بفرمایید. تمام ریپل ها از بین رفتن. این برای ترانس های 3 سر بود. برای ترانس های 2 سر ما از پول دیود استفاده میکنیم. 4 تا دیود. دو طرف که خط دار هست میشه ولتاژ مثبت. این دو طرف که خط نداره میشه ولتاژ منفی و این دو طرف میشه ورودی. پس ترانس دو سر هست برای پول دیود. ما از این مدارم میتونیم استفاده کنیم. یعنی کافیه یکی از سیم ها رو حذف کنیم. ترانس میشه دو سر. اگه سیم وسط رو حذف کنیم ولتاژ دو برابر داریم. حالا تو بعضی از مدارات شما همچین تغییر رو میبینید. دو تا دیودن که با هم موازی هن ولی جهتشون فرق داره. حالا من تو مدارات فرکانسی این طرح زیاد دیده میشه. خب این چه کاری انجام میده؟ الان رو اسیلوسکوپ بهتون نشون میدم. من میخوام از دستگاه فانکشن جنراتور استفاده کنم. فرکانس رو میخوام روی 1 کیلوهرتز نگه دارم. ولتاژ خروجی هم میتونم تنظیم کنم. میخوام خروجی این دستگاه رو به اسیلوسکوپ متصل کنم. منفی به منفی، خروجی مثبت به پراب اسیلوسکوپ. کانال 2 رو میخوام خاموش کنم. تریگر رو تنظیم میکنم. تریگر رو میبرم رو چنل 1. خب دقت بفرمایید. الان موج سینوسی داره. حالا میخوام دامنه رو کم کنم. ارتفاع موج رو. دوباره تریگر رو تنظیم میکنم. حدود 5 ولت نگه داشتم. حالا اگه از این دوتا دیود در مسیر سیگنال استفاده کنم، دامنه ولتاژ از یک حد معینی دیگه بالاتر نمیره. تست کنیم. خب دقت بفرمایید. ولتاژ به 760 میلی ولت کاهش پیدا کرد. حالا رو مولتی متر هم میخوام ببینم. حالا اندازه میگیرم. 680 هزارم میلی ولت. رو اسیلوسکوپ هم داره این عدد رو به ما نشون میده. حالا من به کمک فانکشن جنراتور ولتاژ رو بالا میبرم. ولتاژ افزایش میدم. دقت بفرمایید. 718. کمش میکنم. میتونم کمش کنم. ولی بیشتر از اون مقدار شکست دیود دیگه بالاتر نمیره. حالا اگه دیود رو آزاد کنم.
دقت بفرمایید، 6.78 ولتاژ داریم. دوباره دیود رو وصل میکنم. به مولتی متر توجه بفرمایید. پس تو مدارات فرکانسی اگر بخوایم دامنه سیگنال از یک حد معینی فراتر نره، از دو تا دیود موازی ولی در خلاف جهت هم استفاده میکنیم. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.